در حالی که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یعنی 35 عضو جمهوری اسلامی را وادار به پاسخگویی ساختند، آقای جواد ظریف شتاب زده به مسکو رفته است. او در فرودگاه مسکو به خبرنگاران گفت امریکا و پاره از متحدانش در صددند برجام را به کل از بین ببرند، اما جمهوری اسلامی پایان می‌ایستد. باید اضافه کرد به گفته آژانس حکومت که آقای ظریف وزیر خارجه آن است، مانع بازدید بازرسان آژانس از دو مقر به اداره اتمی در ایران شده است. آقای ظریف مدعی است که اروپاییان هم با گفته او موافقند، اما نمی توانند در برابر امریکا انتخاب عادلانه داشته باشند. این را هم اتفاقی بدانیم که آقای میکائیل اولیانوف سفیر دائم روسیه در آژانس اتمی در وین اظهار تعجب کرده است که چرا اسناد رسمی در ارتباط با ایران مفقود الاثر شده است. البته این گفته او پنهان نماند و او آشکارا در نشست حکام این موضوع را علنی فاش ساخت. همچنین باید اضافه کرد آلمان و فرانسه و بریتانیا در آستانه این نشست از تصمیمات امریکا در مورد ادامه تحریما اظهار تأسف کردند. از طرف دیگر نماینده حکومت در آژانس آقای کاظم غریب‌آبادی گفتار مشابه آقای ظریف را داشته و چنین بیانیه‌ای از سوی آژانس را مانع از سرگیری و ادامه گفتگوهای مثبت از نظر خود خوانده است. برای حافظه، پرونده آخرین باری که آژانس بیانیه اینگونه انتشار داد به 3 سال قبل از امضای برجام برمی‌گردد. در واقع برای پایان دادن به این بخش از موضوع، آقای میکائیل اولیانوف سفیر روسیه در آژانس میگوید رأی‌گیری در این نشست ویدیویی و از طریق کنفرانس جایز نیست و باید رأی‌گیری چشم در چشم و حضوری انجام بگیرد. این آقای محمد موسوی مجد است که حکومت جمهوری اسلامی او را جاسوس نامیده و محکوم به اعدام کرده است. آیا او اصولاً گزارش هایی برای غرب فرستاده است و اگر بله، آیا این جاسوس گزارش های دروغ می فرستاده است؟ امروز صبح بار دیگر پلیس در برابر ساختمان شهربانی دست به تظاهرات زد. آنان شرایط کار را هر روز دشوارتر از روز قبل می دانند. عصر دیروز شهر پاریس بار دیگر با تظاهرات پرستاران و کارمندان بیمارستان روبرو بود و با آنکه دولت ارقام قابل توجهی به عنوان حقوق و پاداش در نظر گرفته، پرستاران میگویند مشکل آنها پول نیست و امکانات درمانی بیشتری باید فراهم شود. در این میان یک پرستار زن به نام فریدا به دلیل پرتاب گاز دستی و اشیاء مختلف به سمت پلیس به کلانتری برده شده است. در این تظاهرات 18,000 نفر شرکت کردند. همچنین 84 نفر علیه 2 وزیر کنونی و پیشین بهداری دولت شکایت بردند. در ادامه خبرها، پلیس در ابتکاری جالب در پی تظاهراتش در شهرک سندونی که اغلب خارجی نشین و مسلمان نشین است، آب نبات به آبرین هدیه داد. اما همان شب یعنی دیشب در محل 7 اتومبیل به آتش کشیده شد. این سفیر امریکا در کره جنوبی است. او برای همدردی با خشونت‌های ضد نژادی در کشورش دستور داد جمله اعتراضی مردم امریکا را بر سردر سفارتخانه در سئول نصب کنند و حالا به عکس‌هایی در برخی از کشورهای جهان از سر همدردی با جورج فلوید نگاه کنید که بر روی دیوارها نقاشی شده، از جمله در کنیا، در پاکستان و یا در فلسطین. و بالاخره در پایان تصاویر زیبا از زنان کرد که از مزارع خود در برابر یورش وحشیانه حکومت اسلامی در سوریه برای آتش کشیدن کار دیدبانی و حفاظت را به عهده دارند. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم،
چه سفرها کرد.